درود میفرستم خدمت همه شما دوستان ایزان سروران جملاتی ای رو به امروز شنیدیم مثل مثلا گورخاب چه میدونم یه سری از این جملات مثل گورخاب ها و غیره و اینا هر چند وقت یه بار یک چیزایی درست میشه گفته میشه خیلی جالبه کسانی هم که اینجور جملات رو اختراع میکنن یه خانومی بود بنده خدا خودکشی هم کرد وقتی شما میرید یک سری چیزها رو میخواید مثلا سیاق نمایی کنید خب کار میرسه آخر به خودکشی دیگه آدم خودش تحت تاثیر قرار میشه حالا مثلا فکر مسیح النجار و خیلی از این موضوع خبرنگارها در بی بی سی و غیره مثلا روزگار دارن نه روزگاری ندارن اومدن یک بحثی رو مطرح کردم که آقا الان بی آر تی خابی رو چیز داره میشه یعنی اتوبوس ایران نامش بی آر تیه. حالا بی آر خابی داره رخ میده بی بی سی سری بی خابی در تهران شبی 25000 تومان یه گزارشی رو در تجارت نیوز که در ایران نزدیک به جانت استاطلب رفت یه گزارشی رو تهیه کرد و بیارتیخابی شروع کردن کلی سر و صدا کردن حتی بعد من دیدم که اومدن در حقیقت پوستر درست کردن و ممنوع و ممنوع وگرنه بدون این که پولتو پس بگیری پیاده میشی و از اینجور مسائل مطرح کردن یک فیلمی هم در اومد که خیلی ها من دیدم تحت تاثیر قرار داد فیلم رو با هم داشته باشیم پخش شد و خیلی برام جالب بود موضوع خبرنگارها در مثلا اروپا به ویژه در آمریکا در آمریکا یعنی واقعا خیلی وقاحت میخواد که یه همچین سر صدایی کنن یه جمله درستی هم هست آقا اگه در آمریکا و اینا مثلا هوملس داره چرا برای ما بد داشته باشه ولی باید واقعیت های جامعه ها رو بشناسیم من نمیخوام الان باز مقایسه کنم ولی به اینکه الان مثلا یکی حالا که از بچه های ما توی سانفرانسیسکو هست حالا یه سری کارهای امنیتی هم داره برامون انجام میده چون یه سری کارا اونجا داریم انجام میدیم به زودی میره مثلا در مرکز خود سانفرانسیسکو برامون یک گزارش خیلی خوب میگیره یکی از بچه‌هامونه که حالا داره یه سری کارهای وکالتمون اینا هم اونجا انجام میده ولی حالا هنوز فیلمش نفرستاده ولی فیلم های زیادی هست از خود آمریکا که چه خبر اونجا من بهتون نشون بدم یکیش همینه بله این ویدیو بزا من صداشو قطع کنم این آقا رفته اونجا در سانفرانسیسکو فیلم میگیره و فیلم های سانفرانسیسکو رو یک دقیقه با هم ببینیم ولی من باز نمیخوام مقایسه کنم حالا چون سان و خیلی از شهرهای در آمریکا ببین یکی که بدترین شهران شده سان فراسیسکو. یعنی الان ما چندین دوست اونجا داریم که میخوان نقل مکان کنن و این شرایط زندگی در سان فرانسیسکو و حرفم اینه که کسانی که در آمریکا زندگی میکنن در مورد وضعیت در مورد ایران معذرت میخوام واقعا خفه شید یا یعنی اگرم میخواید خفه نشید حرف بزنید بگید و واقعیت جامعه آمریکا رو بگید بگید ولی اینجا اینجوریه بعد مقایسه کرد ببین این مدل مقایسه و البته یه جورایی کلکل کل های خورده در حقیقت معلول هاست ما باید بریم به سمت اینکه آقا علت ها رو جستجو کنیم اونم نه تازه خورده علت ها ما باید کلان علت ها رو جستجو کنیم در این برنامه یه خورده به کلان علت ها میخوام بپردازم ولی اینم وضعیت در حقیقت آمریکا هست خواستم بهتون نشون بدم این سان فرانسیسکو به زودی بچه های تیم رو دستم. اونجا گزارشات خوبی رو میگیرن و برامون میفرستن بذار این تصاویر من بذارم کنار و با اجازهتون در حقیقت یک سری صحبت ها رو داشته باشم که ببینیم داستان چیه اولا من داشتم نگاه میکنم ما چقدر کارتون خواب مثل مثلا فکر میکنید در تهران الان بحث بحث تهرانه چون تو شهرستان به شکل تهران نیست فکر میکنید در تهران ما چقدر کارتون خواب داریم میشه دوستان آمار میخوام آمار رسمی رو تازه آمار رسمی نه حتی آمار غیر رسمی در آمار غیر رسمی ما چقدر کارتون خواب داریم میشه دوستان یک عدد بنویسن اینجا میخوام ذهنیت ها چیه سرچ نکنید جایی فقط الان یه آمار بدید نه از دو هزار تا آمار غیر رسمی خیلی بیشتره <applause> من ده هزار تا نزدیک شدید 25000 تا نه خیلی زیاده ما آمار غیر رسمیمون دوازده تا پونزه هزار تاست میگم غیر رسمی غیر رسمی همیشه دوبله سوبله میکنه آمار رسمی همیشه کم هست انا آمار رسمی در آمریکا در حقیقت پونصد تا پنجه هزار تاست که خودشون میگن که تا همین اول برج همین اول ژانویه 2022 قراره که 750 هزار تا دیگه بهشون اضافه بشه حالا این آماری که سی ان داد که یعنی 550 تا 750 تا بذار روش ببین چه رقم سنگینی میشه یه چیزی نزدیک یک میلیون و هزار تا الان آمار رسمی در سال 2022 احتمالا ما هوملس داشته باشیم البته هنوز این اتفاق نیفتاده 550 تا که تصویب شده گفته بودن آقا یه سری اتفاقات اگر نیفته دولت کمک نکنه 750 هزار تا دیگه اضافه میشن ولی البته اون برای کل آمریکاست ما اینجا فقط داریم در مورد تهران صحبت می در مورد تهران آمار غیر رسمی 12 تا 15 هزار تا ما نزدیک 22 تا گرمخانه داریم توی تهران نمیخوام بگم کفاف تمام این مثلا تعداد 12 تا 15 هزار تایی که آمار غیر رسمی است حتما آمار رسمی که بگیریم خیلی کم تره ولی اینا کیا هستن ببینید شما برعکس آمریکا که خیلی از ها اصلا معتاد نیستن آمریکا هوملساش یا کانادا هملساش 50 پنجا 50 ان یعنی 50 درصد معتادن 50 درصد نه اینا به خاطر فشار زندگی در آمریکا هوملس شدن بی خانمان شدن اصلا دکترن معلمن و نمیتونن هزینه واقعا سرساماوره خانه و کاشانه در آمریکا رو بدن. در ایران این اتفاقی نیست. در تهران حداقل من اینجا در تهران فقط دارم صحبت میکنم با شهرستان کاری ندارم چون تحقیقی نداشتم. در مورد تهران آمار این کسانی که کارتون خوابن اینجا دو دست است. بخش قابل توجه اینا 99 درصدشون معتادن و اینا خونه دارن. خونه دارن. منتها خانواده هاشون اینا رو از ای خونه پرت کردن بیرون به خاطر که یارو معتاد هی hey, میره وسایل خونه رو داره می‌دوزه که مواد بگیره پدره پسره مادره همسره هر کسی برادره خواهره تحمل جیگرگوشش رو نداره تحمل فامیل خوش رو نداره تحمل پدر و مادر خوش رو نداره یارو رو انداختن از خونه بیرون یعنی معتادانی که در تهران شما میبینین اینا تقریبا بیشتر یا شما یکی خلاف یعنی این چیز اکثریتشون اینا خونه دارن تو تهران همشون خونه دارن بالاخره یه جایی دارن شب برن بخوابن منتها خونه انداختنشون بیرون به خاطر معتاد بودن حالا چرا اینا گرمخانه نمیرن حالا من نمیخوام بگم این 22 تا گرمخانه در حقیقت میتونه کفاف کل این 12 تا 15 تا رو بده اما بخش قابل توجهی از اینا گرمخانه نمیرن به خاطر که قانون داره گرمخانه های ایران میگه آقا جان میایید اینجا ساعت مثلا هشت شب نه شب میای تا ساعت هفت هشت صبح که قراره اینجا بخوابید سیگار نکش. سیگار نکش آقا. اینا سیگار میکشن. دخانیات مصرف میکنن. و چون اونجا ازشون میگیرن جلوشونو میگیرن اجازه نمیدن سیگار بکشن خب اینا معتادن دیگه معتادم که آدم درست حسابی نیستش دیگه. ترجیح میدن بیرون بخوابن. حالا شهرداری چه کار درسته کرده دلش به اینا سوخته میاد اتوبوساشو اجازه میده اینا برن توش بخوابن اولا که خیلی از این اتوبوسا رو که مثلا کار نمیکنه روشن میکنه که اون مثلا گرم باشه اینا مثلا توش بتونن بخوابن حالا سوار اتوبوس میشن حالا اگر مثلا ایسکا به اسکا میخوام برن میرن ولی اینا شهرداری اومده دلش به اینا سوخته که اینا رو جمع کنه در وسط زمستان من زمستانا این کارو میکنن تابستون چون نیاز نیست در زمستان اینا یخ نزنن ببینید شما یک آماری در مورد هوملس اولا که 12 تا 15 تا که غیر رسمیه نسبت به جمعیتی که در روز ما تهران 19 میلیون نفره شبها در تهران بزرگ 15 میلیون نفر میخوابن در روز 19 میلیون نفر در تهران هن. چون میدونید دیگه روز که میشه مثلا از بیرون از تهران شهرستان هایی که مثلا نزدیک تهران هستن میان برای کار وارد تهران میشن یه سری شغل های اینجوریه روز در تهران ما 19 میلیون جمعیت داریم شب و 15 میلیون داریم یعنی چهار میلیون از تهران میرن بیرون تا جایی که من آمار داشتم بعضیا میگن الان روزها 14 میلیونه من تا جایی که آمار دارم 19 میلیونه و 14 15 میلیون نفر شبا میخوابن این آماریه که من داشتم حالا البته الان دو سه سال آمارهای جدیدو ندارم اینو من آمارهای تا سال 97 مه الان بله دوستان میگن تا تو روز به 20 میلیون هم میرسه حالا نظرات متفاوت من میگم این آماریه که بخاطر تو همین هولوشه در یک جمعیت 19 تا 20 میلیونی در روز یا در شب 15 میلیون نفر 12 تا پونزه هزار کارتون خواب یک رقم بسیار معقولی است نسبت به کلان شهرهایی مثل لندن نسبت به کلان شهرهای دنیا البته در اروپا این وضعیت خیلی بهتره البته دو تا شهر شنیدم که وضعیت وخیمه مثل مارسل در حقیقت فرانسه ولی در آمریکا کانادا که صحبت نکن آمریکا که وحشت یه چیز عجیب و غریبیه بحث چند ده هزار نفره بنابراین این رقمه رقم عجیبی نیست برای تهران دوازه تا 15 تا خیلی عادیه ولی اینا 90 درصدشون که معتادن خونه دارن ولی شما معتادها و کارتون خواب های آمریکا و کانادا خونه ندارن هستن خیلی مسئله است این خب آقا این معتاد تو تهران اگر ترک احتیاط کنه خونه خانواده قبولش میکنه میتونه بره تو خونهش یه ده درصدی اما کارتون خواب داریم که معتاد نیستن در تهران اینا کیان اینها یک سری عزیزانی هستن شهرستانی در شهرستان مختلفن برای کار وارد تهران شدن نمی برن خونه اجاره کنن یا اگرم به تمام تمه هم نمیتونم بگم میخوان که کاری که میکنن فعلا پسنداز کنن به هر دلیلی که حالا هر کدوم با نیت های خودشونه حالا من میخوام سوال کنم این بی خوابی که حالا اختراع شد و منتشر کردن این آیا چیز بدیه گرماخانه هست ولی این معتاده که نمیخوام برن گفته خب از سرما آقا میخوای سیگارتو بکشی دیگه خب بیا از سرما نمیر برو تو بیارتی بخواب تا جایی هم که من آمار گرفتم پولی هم نمیگیرن حالا چیزی که اینجا الان گفتن 12 تا 25 هزار تومان اینا دیگه حالا شاید یکی دو تا راننده مثلا حالا کاسب کارم پول گرفته نمیگم پول گرفته نشده اساسش که ما آمار گرفتیم پولم که رد و بدل نشده حالا شاید دو تا راننده پول گرفتم یه بحث دیگه‌یه یعنی روی روتین داستان نیست که پول بگیرن اینو تقریبا میتونیم بگیم برای واقعا تقریبا نه درصد برای حس انسان دوستی این کار کردن که این جماعت رو گفتم بیارتی بعد یه چیز دیگه هم به این موضوع خبرنگارا بگم بیارتی خوابی شرف داره به خیابون خوابی در نیویورک برای که تو نیویورک سرده بیارتی خوابی توی که تو کانادایی خفه شو بیارتی خوابی شرف داره به خیابون در تورنتو شماها در آمریکا و کانادا به خود شما در آمریکا حالا تو اروپا باز یک رسیدگی هایی میشه خدایش شما در آمریکا و کانادا خفه بشید برای که شهرداری ما چجوریه شهرداری ما حتی اگر پول گرفته میگه آقا دوازه هزار تومن بده برو توی بی آر تی بخوا ولی با اینکه پول هم گرفته نشده شاید یکی دو تا راننده ولی اتوبوس شهرداری در اختیار اینا گذاشه که از سرما یخ نزنه شماها شهرداریتون تو آمریکا و کانادا چیکار میکنه <applause> بگم توی مترو این افرادی که میان تو مترو میخوان شب بخوابن میریزید بیرون درای مترو رو قفل میکنید در خیابون رو نیمکت ها که میخوان بخوابن نیمکت ها رو بعد جوری طراحی کردید که یک سطح مسطح نباشه این سطحش همش در فراز و نشیب داشته باشه سطحش ناهموار باشه که طرف نتونه بخوابه برید نگاه کنید جایی که این شناسایی کردن هوملس میخوابه رفتن یه سیخی گذاشتن اونجا یه چیزی تعریف کردن با فلز و آهن و اینا حالت سیخ میشه یارو نمیتونه بره بخوابه درود به شهرداری تهران که بیا خوابی میکنه به قول شما بی دیگه بی خوابی میکنه اجازه داده از اتوبوساش مردمی که باز خانه و کاشانه که دارن ولی چون معتادن نمیخوان برن یا اون چند درصد کارگر شهرستانی که نمیخوان پول اجاره خونه بدن شب و سرما یخ نزن این کارهای درست در ایران باعث چی شده باعث کاهش مرگ و میره، کارتون خواب ها در من اینجا فقط مشخصا تهران رو دارم صحبت میکنم تهران نسبت به نیویورک و تورنتو اینا شده آمار مرگ و میر اینا رو برید نگاه کنید به خاطر یخ در تورنتو در چه میدونم نیویورک در واشنگتن آمار کم یخزدگی در ایران هم داشته باشید یعنی هر جور بخوایم با اقتضاعات و شرایط بخوایم هر جور نگاه کنی حداقل کسانی که در آمریکا کانادا و باید خفهشن دیگه چرا نمیشن این موضوع خبرنگارا منظورمه مگه نه ما کوچیک مخاطبانمون در اینجا هستیم ما بیشتر کمک مالیمونم از آمریکا و کانادا میاد کوچیک همتونم تونم منظورم این موضوع خبرنگارا چرا خفه نمیشن برم این برنامه ها یکی بعضی گفت من نفهم مثلا اینکه این دشمن ها چرا به امید میگن سردار و رسانه حتما یه چیزی هست دیگه وقتی تهدید میکنید تهدید تبدیل به فرصت میکنیم حالا یه سری کارا میکنم در آینده میفهمید چرا میگن قرونتون برم شب و روزگار خوش همتون رو به خدای بزرگ میسپرم پاینده ایران و دوستان اخبار رو میشنوی سریع تحت تاثیر قرار نگیرید برید عمق خبر داشته باشید ببینید طرف داره چی میگه بیارتی خابی اوکی چه داره ببین این که ما یک کارتون خواب داریم اشکال داره یعنی ما برای بر اقتضاعات و واقعیت های موجود رئالیسم وقتی که قضایا رو مقایسه میکنیم بررسی یعنی مقایسه نه بررسی میکنیم تاش به اینجا میرسیم با توجه به اقتضاعات و شرایط چه اشکالی داره اگر هم اشکالی داره که داره اصلا اشکال داره تو یه مزدور خبرنگار در بی بی سی خفه شو که روبروی دفتر کارت من رو ساختم اون کلیسایی که وجود داره رو به روی دفتر کار زیر اون کلیسا همه دارن کارتون خوابی میکنن تو خفه شایزم اشکال داره تو یه مسیح نجات خفه شو اشکال داره توی که توی کانادا هستی ببند دهن تو تموم شده رفت عاشقتونم پاینده ایران